اندازه از مرگ میترسم. خیلی زیاد. یعنی یه اتفاقی چند سال پیش باعث شد که من خیلی از مرگ بترسم و این موضوع من خیلی اذیت میکنه. براش دارو خوردم، پزشک رفتم و به تبعش وقتی میگم از مرگ میترسم، از بیماری هم خیلی میترسم. این اگه من زانو درد میکنم البته اذیتم نمیکنه، ولی وقتی مثلا اینجا درد میکنه که یک پدیده ناشناخته است، خیلی من اذیت میکنه. خب طبیعیه، ترس از مریضی من به علت اینه که میتونه منتج به وقایع ناراحت کننده بشه. این ترس در من واقعا قوی و جدیه، در حدی که من بعضی وقتا صدای قلبم رو که میشنوم اذیت میشم. تصور کنید که مواجهه آدمی مثل من با بیماری کرونا چقدر میتونه اتفاق ترسناکی باشه. پدیده ناشناخته و کم شناخته کرونا بی اندازه من رو اذیت کرد، به این خاطر که راجبش گزارهای مختلفی هم وجود داشت دیگه. یه روزی درگیر سخت بودیم، یه روزی ضد عفونی کردن مواد و همه چی بود، بعد در واقع از راه تنفس منتقل میشد. همچنان هنوز هم که هنوزه در واقع ما با یک پدیده کم شناخته مواجهیم. نگرانی و ترس من به قدری بود در اسفند 98 که البته ما این شانس رو داشتیم که از اون موقع دورکاری میکردیم و این فرصت برای من غنیمت بود حقیقتش، ولی من فکر میکنم نزدیک 60 یا 70 روز پام رو از خونه بیرون نذاشتم. 60 یا 70 روز حاضر بودم که خودم رو در یک شرایط محبوس بکنم برای اینکه بدونم که قراره چه اتفاقی برام بیفته. خلاصه گذشت تا اینکه بالاخره من یک ماه پیش گرفتار کرونا شدم. این سویه جدید اومیکرون بود که البته همه میگفتن شبیه سرماخوردگیه. برای من اصلا شبیه سرماخوردگی نشد، یعنی من اینجا این شانس رو هم نداشتم اصلا. و خیلی شبیه آنفلانزا بود، درگیرم کرد، اذیتم کرد. ولی اتفاقی افتاد، من همزمان همسرم گرفت، پدرم، مادرم و بچه های برادرم. این باعث شد که من خیلی خودخوری کنم، ترسم رو بروز ندم و سعی کنم خودم رو مثلا کنترل کنم، که البته اینو بعد از همسرم پرسید که چقدر تونستم این کار بکنم یا نکنم. ولی مدام اکسیژنم رو چک میکردم، مدام به پزشکم زنگ میزدم، مدام همینجوری کلی بازی در میاد. بعد من کم کم خب رو به بهبودی رفتم و داشتم عبور میکردم از بیماری کرونا. هرچی که بیشتر میگذشت من یه چیزی با خودم از کرونا آوردم که برام جذاب بود که خواستم اینجا بگم، که برام خیلی تجربه نزدیکی بود. من بی اندازه از مواجهه با بیماری کرونا میترسیدم. هیچ کاری هم نمیشد براش کرد. آره واکسن و رعایت و این چیزا، کار خاصی نکرده بودم بتونم از پس بیماری کرونا بردیم. اما یه چیزی بر من مکاشفه و مواجهه جذابی داشت، این که من در بدنم، در وجودم توانایی هایی دارم که از اون چیزی که بی اندازه میترسم میتونم باش مواجه شم و ازش بگذارم. یعنی من بدون اینکه کار ویژه‌ای بکنم در این قدرتی وجود داشت که از این بیماری گذشتم. خیلی به این فکر کردم که بی اندازه از ترس هایی که سمت ما میاد به این خاطره که ما به خودمون فرصت مواجهه نمیدیم. ما کمتر عادت کردیم به خودمون فرصت مکاشفه بدیم. یعنی همیشه دنبال انجام بودیم، دنبال بهره برداری بودیم. من خیلی به این سوال فکر کردم که برندهای مختلف، کوچک و بزرگ، چه اتفاقی براشون میفته که در یک مقطع یا مقاطع بلند مدتتری شکست ناپذیرن، موفقن. به این سوال جواب میدم، به این بارها فکر کردم. مثلا استیو جابز چه کرده است که یک پیروزی و موفقیت دراز مدتی داشته؟ به این سوال سعی میکنم برگردم. یه آفتی که اینجا وجود داره اینه که ما فکر میکنیم برای موفق شدن
کپی کردن آدمای موفق، آدمایی که راهشون رو رفتن، تکرار راهشون موفقیت درست میکنه. این خیلی سهل انگاران است، این خیلی دم دستی نگاه کردن، این آفت بزرگیه که ما عادت کردیم دنبال شورتکات بگردیم، عادت نکردیم صبوری کنیم، حوصله نکردیم. اتفاقات وحشتناک هم میفته دیگه. یعنی مثلا ما تصورمون اینه که با یک هشت راهی که برندها موفق میشوند فردا برندمون موفق شه، یا 15 راهی که همسرمون تا آخر عمر عاشق ما میمونه. خب این خنده‌دار واقعا. یا اتفاق وحشتناکی که توی اینستاگرام میفته که بی اندازه من ناراحت میکنه، آدمهای زیادی که خیلی علاقه‌مندن ما رو پولدار بکنن و ما رو موفق بکنن و مدام پکیج‌هایی میفروشن به ما، میفروشن که قراره که ما رو آدم های موفقی کنه. این خیلی ترسناکه. یه چیزی که ترند این روزای ماه اینه که آدم ها مدام از موفقیت میگن، کمتر پیش میاد کسی از شکست بگه، در حالی که به نظر من در شکست هم کشف بیشتری وجود داره، هم نقاط رشد جدیتری وجود داره. مدام به ما یادآوری کرده اند که به دنبال فرمول های موفقیت بگیم. یه موزه‌ای در واشنگتن هست، یه آقایی در واشنگتن با یه سرمایه رفت در دوره‌ای در آمریکا، تک تک محصولاتی که در آمریکا می‌اومد و می‌خرید و در یه موزه نگه می‌داشت با این عنوان که یه روزی موزه بشه موزه‌ای از محصولات که آدم‌ها می‌تونن بیان و بازدید کنن و تاریخی از محصولات مختلف اون تو ببینن. بیزینسش شکست خورد. از هر 10 محصولی که می‌خرید 9 تاش در بازار شکست خورد. یه گروه هوشمندی اومد اون در واقع مجموعه و موزه رو خرید و یک موزه درست کرد به عنوان موزه محصولات شکست خورده در واشنگتن. و فکر نکنید برندهای کوچیکی اونجا هستن. من دو تا مثالش رو میگم. پپسی اونجا محصولی داره به عنوان نوشابه 8 صبح برای صبحانه. آیا پپسی برند نمیدونه، استراتژی بلد نیست؟ یکی از کمپانی‌هایی که این کارو شاهکار انجام میده شکست خورد. یا کلگیت که شما احتمالا به خمیر دندون میشناسینش، لاین از محصولات شکست خورده رو اونجا داره که فروزن فود و غذای آماده است. آیا اونها هم فکر میکنید نمیدونن استراتژی یا برندینگ؟ چرا به نظرم این اتفاق اتفاقیه که برای اونها میفته. من چرا میگم شکست نقطه عطفه؟ به این خاطر که میخوام به یک خاطره مشترک رو بازسازی کنم. تیم ملی فوتبال ما در جام جهانی در گروه بسیار سختی قرار گرفت. میخوام برگردم به لحظه‌ای که ما در بازی آخر به پرتغال گل مساوی رو زدیم و بعدش یه موقعیت فوق‌العاده مهاجم نوک تیم ملی ما آقای مهدی طارمی پیدا میکنه. اون لحظه رو فریز کنید، اون لحظه‌ای که تک به تک آقای مهدی طارمی با دروازه‌بان پرتغال. ما از جام جهانی حذف شدیم، شکست خوردیم. اما اون صحنه صحنه مهمیه. به ما یادآوری کرد ما تا آستانه چیزی میتوانیم برویم. به ما یادآوری کرد ما توان انجام چیزهای بزرگی رو داریم. ما مدام در ذهنمون میتونیم قهرمان جام جهانی شیم، بهترین برندها رو بسازیم، با خودمون کیف کنیم. ولی این تصاویر، این تصویر خاص از شکست حداقل ذهنیت ما رو عوض کرد. یه مثالی که فلاسفه خیلی بهش در واقع ارجاع میدن که برای من واقعا جذابه، فرایند راه رفتن همه ما بوده. اینکه یاد بگیریم راه بریم. همه کودک ها، اگر شما بچه داشته باشین، کودک های اطرافتون برای راه رفتن به طور میانگین نزدیک 10,000 بار زمین میخورن. 10,000 بار زمین میخورن، زخمی میشن، گریه میکنن، دردشون شدید میاد، ولی باز هم بلند میشن چون میخوان راه برن. ولی هر بار از این زمین خوردن بچه چیزی یاد میگیره. یعنی نحوه دست گذاشتن، نحوه بلند شدن، نحوه کنترل خودش. به نظر بسیار یاد ما فراموش کردیم در خودمون مهارت‌هایی وجود داشت که این اتفاق میفته. میخوام برگردم به اون سوال که چجوری همیشه فکر کردم که برندهای بزرگ یا برندهای مختلف علت موفقیتشون در مقاطع کوچیک و بزرگ چی بوده. من با آنچه که خواندم و با فهمم تا این لحظه از جهان هستی این بوده که اونها
یک نگاه ساده اما معنیدار داشتن. اکتشاف، اکتشاف، اکتشاف و بعد بهره برداری. من در مذمت بهره برداری و اکزیکیوشن و عملکردگرایی حرف نمیزنم، ولی در اطلاع اکتشاف حرف میزنم، چیزی که نه نظام آموزشی ما و جهان نه بسیاری از ترندهای امروز خیلی بهش اقبال نشون نمیده. شما اگر میخواهید برند رو خلق بکنید، در برند کلمه اسم خلق کردن وجود داره. برای خلق کردن شما نیاز به اکتشاف دارید، شما نیاز دارید که بپذیرید احتمال داره شکست بخورید. اما در شکست ها نقاط رشد جدی وجود داره. من فکر میکنم یک استراتژی تحول ساز، یه برند قدرتمند حاصل یک تفکر خلاقه. تفکر خلاق هم واقعا جز مواقعی مثل اکتشاف و اینا اتفاق نمیفته. بذار چند تا مثال بزنم. اگه یه روزی یه عده‌ای آدم فکر نمی‌کردن که چقدر سیستم‌های پرداخت و پیمنت سنتی ملال‌آور، سخت و راه حل دیگه‌ای وجود نداره، پیپل به وجود نمی‌اومد. اگه یه روزی، من ارجاع میدم به گذشته خودمون، ما در ایران از ویدیو کلوب‌ها که می‌خواستیم نوار ویدیویی بگیریم، شناسنامه‌مون می‌دادیم، یه نوار ویدیویی می‌گرفتیم. در آمریکا هم همینقدر اتفاق پیچیده، گران و سخت بود. اگه یه روزی یه ده آدم فکر نمی‌کردن در این فرصت خلق بزرگی است، نتفلیکس به وجود نمی‌اومد. چرا در برند من میگم مکاشفه خیلی مهمه و اینقدر دنبال عوامل بیرونی نگردیم؟ در برند مفهومی هست به نام value proposition، ارزش‌های پیشنهادی. آره، برند میشن داره، ویژن داره، تگلاین داره، تون آف وایس داره، خیلی چیزهای دیگه داره، ولی هیچ چیز مهمتر از ارزش‌های پیشنهادی یک برند نیست. مارکتینگ از ابات ولی. این بخشی از یک سخنرانی شاهکار از آقای استیو جابز که این نسخه 14 دقیقه‌ای در اینترنت وجود داره. مارکتینگ درباره ارزش‌های برند شماست. مارکتینگ از ابات ولی. تو این بازاری که پر از سر و صداست، پر از نویز و پر از صداها هم هست، ارزش‌های پیشنهادی شماست که میتونه برند شما رو متمایز کنه. این ارزش‌های پیشنهادی فاندرهای بیزینس رو پیش می‌کنن، بهش فکر می‌کنن، درش مکاشفه انجام میدن، خلق داره. برای همین میگم این نقطه مهمیه. نباید مدام دنبال چیزی در بیرون گشت. به نظر من این تیکه ای که مولوی گفته بی نظیره، بیرون زتو نیست هرچه در عالم هست. واقعیتش اینه که اگر میخواهید برند خوبی خلق کنید، فرصت مکاشفه ببین، ازش لذت ببرید. اجازه ندهید ملال بر شما جوری مستولی بشه، یعنی به شما بگن ملال خیلی اتفاق بدیه. من میخوام حتی در ستایش ملال هم صحبت بکنم، به خاطر اینکه من فکر میکنم این لحظه ها لحظه های درخشانی برای خلقه. تقریبا میتونم بگم برای اینکه وقت رو سیو کنم، در داستان همه برندها و آدم های موفق در فضای برندینگ و همه فضاهای دیگه، نقطه مشترکشون فضا، شرایط و ویژگی هایی بوده که دچار ملال و فرصت اکتشاف به خودشون داره. برای اینکه برند خوبی داشته باشیم، برای اینکه به نظرم در دنیا صاحب ایدئولوژی بهتری باشیم، همدیگه فرصت اکتشاف بدیم. خیلی ممنونم از شما.